در نخست مسئول و کارمندان تلویزیون آریان هرات افتتاح بند دوستی افغانستان هند را برای تمامی مردم افغانستان به ویژه برای باشنده های هرات تبریک و تهنیت عرض می کنند. حالا هم گزارش مراسم افتتاح بند است. بند دوستی افغانستان هند با حضور رئیس جمهور غنی و نخست وزیر هند رسما در هرات افتتاح شد. این بند با هزینه حدود 300 میلیون دلار از کمک های بلایوز دولت هندوستان ساخته شده است. رئیس جمهور غنی افتتاح بند سلما را نماد دوستی افغانستان هندوستان عنوان کرد. از جهت دیگر نریندرا مودی صدر اعظم هند از مردم افغانستان خواست تا برای آینده خوب افغانستان همه با هم تلاش کنند. همکارم فواد احمدی گزارشی دارد که با هم می محمد اشرف غنی و صدر اعظم هند برای افتتاح بند دوستی افغانستان هند وارد هرات شدند. بزرگترین بند آبی در غرب افغانستان سرانجام پس از 40 سال انتظار به بهره برداری سپرده شد. بند دوستی افغانستان هند با هزینه حدود 300 میلیون دلار از طرف دولت هندوستان در هرات ساخته شده است. رئیس جمهور غنی افتتاح این بند را یکی از دستاوردهای بزرگ مردم و دولت افغانستان عنوان کرد. و به نمایندگی از مردم افغانستان، مردم هرات، ساکنان چشت شریف و به خصوص از طرف کسانی که خانهشان با نور بند دوستی افغان هند در سلما روشن و زمینشان با آب آن سرسبز می شود، به شکل خاص از شما و از ملت مهربان و دولت پرتوان هند اظهار امتنان می کنم. آقای غنی تاکید می کند که دولت افغانستان به عنوان یک دوست خوب طی 1.5 دهه گذشته همواره به فکر بازسازی و آبادی افغانستان بوده است. او می گوید باید برخی کشورهای همسایه از حسن نیت مردم و دولت هند نسبت به افغانستان درس بگیرند. افغانستان رابطه دیرینه و دوامدار به هندوستان داشته و میلیون ها نقطه پیوند دارد. از جهت دیگر نریندرا مودی صدر اعظم هند که با استقبال رئیس جمهور در شهر هرات روبرو شد، بند دوستی افغانستان هند را نماد همدلی هر دو کشور و آن را یک تحفه از طرف مردم هند به مردم افغانستان عنوان کرد. او تاکید دارد که بند سلما می تواند نقش موثری در رشد اقتصادی افغانستان داشته باشد. مودی در سخنرانی خود در هرات تاکید کرد که هند به عنوان عامی اصلی مردم و دولت افغانستان در منطقه همچنان باقی خواهد ماند. سپاس از شما آقای رئیس جمهور که این بند را به نام بند دوستی افغانستان هند نامگذاری کردید. ما در برابر روح خیرخواهی و برادری انسانها احساس تواضع می کنیم. دریاها تمدنهای بزرگ را به وجود آورده است. این بند یک تحفه مردم و دولت هند برای مردم و دولت افغانستان می باشد. ما برای مردم و دولت افغانستان همیشه کمک می کنیم. نریندرا مودی صدر اعظم هندوستان در صحبت‌های خود در هرات تاکید کرد که دوستی مردم افغانستان و هندوستان همچنان پایدار خواهد ماند. او از مردم افغانستان خواست تا برای افغانستان شکوفا تلاش بیشتری به خرج دهند. همچنان آقای مودی از کمک‌های بیشتر با بازسازی، تامین امنیت و رشد اقتصاد افغانستان خبر داد. فواد احمدی، آریانا نیوز، هرات. برای بحث بیشتر در مورد تأثیرات اقتصادی بند سلما گفتگوی داریم با سعد خطیبی، رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات. آقای خطیبی سلام بر شما. در نخست مش از این بگوین که در نشستی که شما با رئیس جمهور داشتید بیشتر روی چه موضوعهای بحث شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های برنامه شما و تبریک میگم به همه مردم افغانستان افتتاح بند دوستی افغان هند سلمار. در نشستی که با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ما داشتیم سر موضوعات مختلف بحث شد. از جمله پیشنهادهایی که ما به جناب رئیس جمهور داشتیم تطبیق یکسان قانون در بنادر و گمرکات کشور بود، پایین آوردن مالیه که اخیراً شما خبر دارین که مالیه برای تجار و برای سرمایه‌گذارا نهایت بلند رفته، به جرایمی هم تعلق گرفته، اینا بود. و سرمایه گذاری و مشارکت حکومت در پروژه های کلان ملی جمله پروژه سمنت هرات بود.
برنامه حمایت از حکومت از صادرات که متاسفانه صادرات ما حمایت نمیشه و پیشنهاد ما بود که یک کمیسیون خود شخص رئیس جمهور موظف کنه که راهکارهای برای ازدیاد صادرات کالاهای افغانستان پیدا کنن و موارد دیگر مثل ایجاد یک شفاخانه بزرگ تخصصی در ولایت هرات که جز نیازهای مبرم جامعه ما هست. پیشنهاد ما این بود که سکتور خصوصی حمایت کنه و دولت مشارکت کنه در ایجاد یک شفاخانه بسیار کلان و تخصصی در ولایت هرات و موارد دیگر. آقای خطیبی، از دید شما بند دوستی افغانستان هند چه تاثیرات اقتصادی روی اقتصاد و تجارت در هرات میتونه داشته باشه؟ خب شما میدونید که بند سلما یکی از پروژه های بزرگ ملی کشور ما هست که نزدیک به 40 سال میشه که مردم افغانستان انتظاری دارن که این بند تکمیل بشه. این بند 42 مگاوات برق تولید میکنه که قطعا برق از این برای تجارت و صنعت میتونه تاثیر گذار باشه. به کنار از او آبیاری زمین حدود 70 هزار هکتار زمین آبیاری میشه. قطعا وقتی که اقدر زمین زیر کشت برای تولید ما زیاد میشه و تولید باید پروسس بشه داخل افغانستان، به تبع از او شاید ده ها کارخانه ایجاد بشه برای پروسس میوه‌جات ما، برای غلجاتی که از این زراعت به دست می آید و اقتصاد مردم رونق می بخشه، برای مردم ایجاد اشتغال میکنه. یک پروژه بسیار ارزشمند و مهمیه که هم خانه های مردم روشن میشه، هم زمین ها سرسبز میشه و هم به هر حال ایجاد اشتغال میکنه برای زارین و دهقانان ما. آقای سعد خطیبی، رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات، ممنون از شما.